باید بگم که فارغ از تعریف موسیقی یا اینکه اصلا چرا موسیقی به گوش ما خوشاینده، گوش تنها عاملیه که امکان اینو داره که خوب یا بد موسیقی رو تشخیص بده و میتونه اونها رو از هم تفکیک بکنه. پس احتمالاً گوش انسان باید تنها عامل تکامل موسیقی هم باشه، که اینطور نیست. جهان اصوات موسیقایی برای اینکه به گوش انسان برسن نیاز دارن از یه سری محدودیت‌ها عبور بکنن. این محدودیت‌ها، این مرزهایی که وجود داره، در واقع عامل شکل دهنده موسیقی بودن تا به امروز. در واقع عامل تکامل موسیقی هم تا به امروز همین‌ها بودن، نه گوش انسان. و مهمترین اینها اقلیمه. به این نمونه موسیقی با هم گوش بدیم. خب صدایی که شنیدید احتمالاً برای همه آشناست، صدای ساز نی هستش، یک ملودی بسیار معمول ایرانی و برای ما چیز خیلی عجیب غریبی توش نیست برای ما ایرانی. اما این یکی نمونه رو گوش بدیم با هم دیگه. چند نفر اینجا معتقدن که این موسیقیه؟ خیلی ایده قابل توجهی واقعا. واقعیت اینه که توی عصر امروزی با تعاریف موسیقی خیلی ها به این صدا نمیگن موسیقی، ولی در اون طرف قضیه این صدای ساز دوجریدوه، یک سازی از اقلیم استرالیا. دوجریدو چوب توخالی اوکالیپتوسه، چیزی که ما توی خاورمیانه به این راحتی ها پیداش نمی کنیم و نی ساخته چوب نی که ما توی خاورمیانه بسیار فراوانه و توی استرالیا نیست. چوب اوکالیپتوس اگه لمس کرده باشید به این راحتی ها قابل سوراخ کردن نیست. حالا یه چند قرنی هم برگردیم عقب‌تر که سخته. اما چوب نی با هر لوله گرمی، هر میله گرمی به راحتی قابل سوراخ شدنه. این تفاوتی که طبیعت، اقلیم در دل این دو تا چوب قرار داده و اینکه اینها از هم جدا هستن باعث میشه که ما در اینجا نی داشته باشیم و این صوت رو ازش بشنویم و در اونجا دوجریدو و اون اصوات، که به یکیش احتمال میدیم حتی موسیقی هم نمیشه گفت. این تاثیر اقلیمه. اقلیم هم توی محتوای موسیقی تاثیر میذاره و هم در شکل و شمایل و رنگ صوتیش. بعد از اینکه اقلیم به ما اجازه داد که سازی رو داشته باشیم، از اون ساز باید استفاده بکنیم و توی یک محیطی مجبوریم استفادهش بکنیم. این محیط باز یا بسته، کوچیک یا بزرگ میتونه باشه. همینطور که میبینید یک نگارگری از ایران رو دارم من سمت راست. این نگارگری یک محفل ایرانی رو نشون میده، محلی که علل اصول محل تکامل موسیقی ایرانی بوده. محافل ایرانی طبق معماری هم که الان مشاهده میکنید بیشتر از 200 متر نیست مساحتشون. کف اینها فرش، همینطور که میبینید دیواره ها خاک و پرده است. معمولا 20 نفر هم تو اون 200 متر وایسادن که یکی دو نفرشون نوازنده. همه این عواملی که خدمتتون عرض کردم باعث میشه یک فراسنج یا همون پارامتری به اسم ریورب، یا فارسی بهش میگیم واخونش، کم میشه توی محیط. وقتی این پارامتر میاد کم میشه عددش، ما میتونیم سریعتر صحبت بکنیم، همینطور که ما ایرانی ها سریع صحبت میکنیم، و ما میتونیم سریعتر موسیقی اجرا بکنیم. موسیقی های ما اصولا زینت داره، پرمضرابه. از همینجا میرسیم به اینکه ما چهار مضراب و رنگ داریم و خیلی از موسیقی های دیگه ندارن این رو، به خاطر اینکه محیط اجازه داده ما چهار مضراب یا رنگ بزنیم. به این نمونه موسیقی گوش بدیم هم دیگه. قطعه که شنیدید یه چهار مضراب معمول ایرانی هست از اثر استاد مشکاتیان. فکرشو بکنید این رو ببریم تو حموم اجراش بکنیم. تو هموم دیدید صدا میمونه، ما سری صحبت نمیکنیم تو هموم، صدا هم میره تو هم دیگه، آرومش میکنیم. موسیقی این چهار مضراب هم مجبورید آرومتر صحبت بکنید، اونجا آرومتر بعد اجراش بکنید. دقیقا همون اتفاقی که در کلیسا میفته. کلیسا بیش از 10 قرن محل تکامل موسیقی اروپایی بوده. شکل و شمایل موسیقی اروپایی به خاطر محیطی که توش قرار گرفته و رشد کرده تغییر کرده به خاطر کلیسا. کلیسا سالن‌های بزرگ، سقف‌های بلند، کف و دیواره‌ها همه سنگ و سازهای بسیار بزرگی هم علل اصول دارن. خب این باعث میشه که صدا بیشتر بمونه. اون واخونش یا ریوربی که عرض کردم خدمتتون قبلا، این زمانش بیشتر میشه، عددش بزرگتر میشه. باعث میشه که شما مجبور شید عین همون عموم آرومتر اجرا بکنید یا آرومتر حرف بزنید حتی. به این نمونه موسیقی گوش بدین.
موسیقی بسیار مشهوری از باخ. همینطور که دیدید مثل چهار مزرعه ما خیلی پرتکاپو نیست، خیلی آرومه و خیلی هم زینت نداره، اصلا جان ندارن که بهش زینت بدن، ولی به جاش هارمونی داره. اینا همه تلقین محیطه، محیط این رو ازش ساخته. بعد از اینکه توی محیط قطعات ما محدود شدن، از جهان اصوات صوتی کم شد برای اینکه برسه به گوش شنونده، خود خالق موسیقی یا مجریش هم محدود کننده میشه. همینطور که امیلی، جهان اصوات موسیقی محدود شدن و الان قراره آهنگساز یا همون خالق موسیقی تصمیم بگیره و یک قطعه بسازه، قراره اونو فرضش بکنه. چند نفر اینجا هستن که ساز میزنن؟ ایده بسیار قابل توجهی، البته از اصفهان هم برمیاد این تعداد. چند نفر هستن که به شکل تجربی آهنگسازی کردن؟ خب، و چند نفر هستن اینجا که بلدن مثلا به شیوه باروک، رومانتیک، کلاسیک، کلاس آهنگسازی رفتن، اینها رو یاد گرفتن؟ یک نفر. و چند نفر هستن که مثل باخ میتونن آهنگسازی بکنن، یا در ایران مثل جلیل شهناز یا مثل حسن کسایی؟ واقعیت هیچ کس. نکته‌ای که واقعا وجود داره اینه که ماها همه میتونیم آثار این بزرگان رو بشنویم، ولی نمیتونیم بسازیم اونها رو. میخوام به این نکته برسم که توانایی گوش دادن موسیقی از ساختنش مستقله. پس احتمالاً جوانی از اصوات موسیقایی هم بوده که اساتید ما نتونستن بسازن، ولی اگه براشون پخش می‌کردیم خوشایند بوده. پس جهان اصوات موسیقایی به خاطر محدودیت ذهن خالق اون باز محدودتر میشه. پله بعدی میرسیم به جایی که قرار مجری اجرا بکنه اون قطعه رو. از همه محدودیت‌ها گذشتیم و رسیدیم به مجری. من نوازنده سنتورم، فارغ التحصیل رشته موسیقی هم هستم. به علت مشکل مفصلی 2 سالی که ساز ندارم، ولی همه کسایی که اینجا حتما از من توقع دارن که بتونم به عنوان یک نوازنده قطعه اجرا بکنم. لیسانس این موضوع رو دارم. ولی واقعیت اینه که نمیتونم، به خاطر اینکه تمرین نمیتونم بکنم. محدودیت داره جسمم برای اجرا کردنش. توی یک موسیقی مثل موسیقی ایرانی که آهنگساز و نوازنده یه نفرن، یعنی حسین علیزاده که نوازنده تاره، خودش هم قطعه رو میسازه هم مینوازه، به خاطر اینکه ایمپرووایز کردن یا همون بداهه نوازی جزوی از این موسیقیه، اگر نتونید اجراش بکنید انگار هیچ وقت تصور نکردید و همه این محدودیت‌ها باعث شده که این جهان اصوات موسیقایی باز هم کوچیک‌تر بشه وقتی که به گوش شنونده میرسه. همینطور که می‌بینید از جهان اولیه‌مون چیز خاصیش نرسیده برای گوش. اما همه این حرفا رو زدم که برسم به اینجا که ابزاری داریم در قرن 21 که همه محدودیت‌ها رو برمی‌داره و مهم‌ترین اونها ارتباط هستش. کامپیوتر ابزار قرن 21 خیلی از این محدودیت‌ها رو کم کرده و اینجا هم می‌تونه به ما کمک بکنه. هوش مصنوعی چیزیه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که هم خالق موسیقی باشه مثل ما انسان، هم شنونده موسیقی باشه. اما نیاز داره که ما تربیتش بکنیم که ببینید بفهمه چطوری ما میشنویم. ما اگر یک قطعه رو ببینیم چطوری بهش نمره میدیم؟ سلیقه ما برای موسیقی چیه؟ سلیقه ما که میگم همه مردم جهان منظورمه. برای این کار نیاز داریم به یک دیتا ست، یک مجموعه داده که داشته باشیم، بدیم به هوش مصنوعی و یاد بگیره و پیش بینی بکنه اگر قطعه جدیدی ساخته شد چطوری باید بهش نمره بده. تا به امروز پژوهش من یک نرم افزاری رو ساخته که پژوهشگران در حال حاضر توش حضور دارن و از این استفاده میکنن برای اینکه فرضیاتشون رو تست بکنن. در طرف دیگه نتایج این رو من به عنوان دیتا ست برای تربیت کردن هوش مصنوعی استفاده میکنم. توی این نرم افزار ابتدا از کاربر خواسته میشه که یک نمره برای یک ملودی که توی ذهنش وجود داره، یک خط ملودی توی ذهنش وجود داره، یک نمره نسبتاً قابل قبول بده. اول جاش رو تعیین بکنه و بعد براش نمره تعیین بکنه. من معمولاً نمره 55 رو برای قسم نمره نسبتاً قابل قبول میدم. مرحله بعدی بهش اجازه میده قطعه رو پلی بکنه. این چه قطعه‌ایه؟ پژوهشگرایی که تو سیستم من هستن حق دارند فرضیه‌هایی رو تعریف بکنن برای خودشون که محدوده‌های موسیقایی رو تعیین می‌کنه. و هر بار که نرم افزار من ران میشه از فرمول هایی که از اون افراد گرفته شده یک نمونه جدید موسیقی میسازه که این پایین الان به شکلی برای پژوهشگرها قابل استفاده باشه من قرار دادم اطلاعاتش رو. اما کاربرها میتونن این ملودی ها رو بشنون، هر بار که رفرش بکنن یک ملودی جدید، یک بار میتونن جدید نمره بدن و البته به من کمک بکنن که دیتا ست هم کامل بشه. خب من قطعه رو دارم پلی میکنم که خودم نشینم، امکان داره خیلی بد باشه یا خیلی خوب باشه، از من ببخشید. اگر کسی اینجا موسیقی ایرانی کار کرده باشه احتمالاً به گوشش میاد این نزدیک به چهارگاه ما ایرانی هست. اخیراً این نرم افزار هم خیلی چهارگاه میسازه. ملودی بدی هم صدا نمیده، یعنی با یه فرودی و یه مقدار تکمیلش بکنیم میتونه نمره خوبی بگیره. من همین حدود نسبتاً قابل قبول رو بهش میدم چون قابلیت کامل کردن داره. مثلا نمره 55 60 من هم نمره 55 رو براش ثبت میکنم.
و این صفحه رفرش میشه بعد از این. یک ملودی جدید و یک آزمایش جدید و این بارها و بارها تکرار میشه و به من کمک میکنه که اون مجموعه دادم رو کامل بکنم. اما پله بعدی چیه؟ حالت های موسیقی محدودن. به خاطر اینکه ما از بین 20 تا 20 کیلوهرتز بیشتر نمیشنویم. و از یه مقدار کششی به بعدم برای گوش ما معنی نداره. از همین محدودیت ها اگر استفاده بکنیم میشه همه حالت های موسیقی ممکن، اونجا نه اصوات موسیقی که به شکل رنگی نشون داده بودم، همه اینها رو محاسبه کرد. کامپیوتر میتونه بسازه همه این حالت ها رو و یک شنوایی مصنوعی داریم توی کامپیوتر. تک تک اینها رو میتونه به اون نشون بده و نمره رو تقاضا بکنه. حالا میتونه همون کاری که ما در طی 40,000 سال انجام دادیم، تکامل موسیقی، دونه دونه ساز ساختیم، دونه دونه نواختیم، شنیدیم و حذف کردیم یا نگه داشتیم، اینو فهم میتونه در عرض چند دقیقه انجام بده. خیلی کامپیوتر بدی باشه در عرض چند هفته. برای یک ابرایانه کار خیلی سختی نیست. اما نتیجه این تکامل جدید چیه؟ با توجه به اینکه هیچ کدوم از این 4 محدودیتی که من ابتدا براتون صحبت کردم که محدودیت‌های اصلی در حوزه موسیقی هستن دیگه وجود نداره، نتیجه یک نوع موسیقی خوشایند قابل قبول برای همه ما انسان هاست. به خاطر اینکه ما انسان ها نزدیک به 98% شنواییمون در سطح جهان شبیه همه. وقتی که معیار بشه شنوایی و بقیه محدودیت ها حذف بشن، ما یک موسیقی یکسان در سطح دنیا خواهیم داشت. و این آخر خط نیست. زبان موسیقی و گفتار هر دو زبان انسانی هن. مگه وظیفه زبان چیه؟ انتقال مفهوم. خب موسیقی مفهوم انتزاعی انتقال میده، گفتار مفهوم عینی. از طرف دیگه نوروساینتیست ها کشف کردن این قضیه رو که 65% بحث دریافت موسیقی و گفتار در یک مرکز مشخص توی مغز انجام میشه. پس این دوتا احتمالی که به هم زبان باشن خیلی نزدیک. من از زبان موسیقی دارم استفاده میکنم که فراسنجهای کمتری داره، پارامترهای دخیلش کمتره، دوتا بیشتر نیست، که به یک زبان مشترک بین انسان ها برسم. مرحله بعدی اینه که مثل خیلی از پژوهشگرها و دانشمندان در دنیا از اسوسییشن یا همون به فارسی بشه همپاسازی استفاده بکنم و زبان گفتار مشترکی بسازم. این زبان گفتار مشترک احتمالاً باید خوشایند باشه برای ما. باید بهینه باشه از نظر گرامری و نتیجتاً باید برای همه انسان‌ها به راحتی قابل یادگیری باشه. ممنونم.